حسین فردوست، صمیمی‌ترین رفیق محمد رضا شاه، چه چیزی در مورد خاندان سلطنتی میدونست که خودشو در زندان اوین خلاص کرد تا نفر؟ حسین فردوست در 2 اسفند 1296 در تهران به دنیا اومد و پدرش سیف الله افسر ژاندارمری بود. حسین در سال 1304 وارد مدرسه نظام شد. رضا شاه که تمایل داشت در کنار فرزندش دوست و همبازی درس خونی باشه، فردوست رو مورد توجه خاص خودش قرار. به واسطه همین پای حسین به دربار باز شد و در سال 1310 همراه با ولیعهد برای ادامه تحصیل به سوئد رفت و وقتی بعد از 5 سال به ایران برگشت، قصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی داشت، اما با عصبانیت و توصیه رضا خان از آن صرف نظر کرد و به گذروندن دوره‌های مختلف نظامی در دانشکده افسری پرداخت. او در زمان صدارت دکتر محمد مصدق برای اخذ دکترای حقوق در رشته قضایی به پاریس اعزام شد و بعد از برگشت که مصادف با وقایع پس از کودتای 28 مرداد بود، به مدت 1 سال به عنوان دانشجو دوره دانشگاه جنگ را طی کرد و پس از آن از سال 1332 تا 34 به عنوان استاد در این دانشگاه تدریس کرد. بعد از سقوط دولت دکتر مصدق در سال 32، موقعیت و منزلت سیاسی و نظامی حسین فردوست نیز دچار تغییر اساسی شد. با حمایت دربار و محمد رضا شاه به سرعت گام‌های ترقی را طی کرد و یکی از قدرتمندترین افراد دربار و دولت پهلوی شد. حسین معاون رسته پیاده دانشکده جنگ در سال 1317، منشی مخصوص محمد رضا از سال 1320 تا 27، فرمانده گارد جاویدان 1328، مأمور تأسیس دفتر ویژه اطلاعات در سال 1338 و ریاست برآن و قائم مقام ساواک از 1340 تا 45، آجودانی محمد رضا 1348، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از سال 50 تا 55، که در نتیجه در سال 55 درجه ارتشبودی رسید. اما از اقدامات مهم فردوست تشکیل دفتر ویژه اطلاعات بود که این دفتر در بستر اختیار محمد رضا پهلوی قرار داشت و مهمترین فعالیت این دفتر ایجاد شبکه‌های پنهان و مخفی و کسب خبر و اطلاعات از عملکرد نیروهای نظامی و انتظامی بود. اواخر اردیبهشت 1347 قانون تشکیل سازمان بررسی شاهنشاهی به تصویب مجلس و به امضای محمد رضا پهلوی رسید. هدف این سازمان کنترل و نظارت بر فعالیت و عملکرد تمامی دستگاه‌های دولتی، اولین رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی سپهبد مرتضی یزدان‌پناه بود که بعد از مرگش در سال 51 حسین فردوست ریاست این سازمان را به عهده گرفت. کلن هدف عمده این سازمان کسب و جمع‌آوری اطلاعات از اوضاع سیاسی و اجتماعی و اداری کشور بود. این سازمان زیر نظر دربار و شخص شاه قرار داشت و حسین فردوست به عنوان رئیس آن فقط به شخص شاه گزارش می‌داد. ولی بعد از انقلاب 57 فردوست در ایران موند و از ایران نرفت. این قضیه باعث شد که حسین به مدت 5 سال به زندگی مخفی روی بیاره و در این زمان هم مردم فکر میکردن که او در زمان انقلاب کشور رو ترک کرده و رفته. خیلی از شاه دوستا هنوزم که هنوزه فردوست رو یه خیانتکار میدونن و میگن اون نباید نامه بی‌طرفی ارتش رو امضا میکرد و شاه که دستور داده بود همه از دولت شاپور بختیار حمایت کنن، چرا اون این کار رو نکرد؟ اما در نهایت در سال 1362 حسین فردوست رو توی خونه پدریش در حالی که داشت به رادیو گوش میداد، نیروهای سپاه دستگیرش کردن و حسین فردوست 4 سال در زندان اوین زندانی بود.
حتی در این مدت مصاحبه های زیادی ازش توی تلویزیون پخش شد و حتی فردوس رو ابزاری کردن تا به وسیله اون خاندان سلطنتی رو تخریب کنن. در سال 92 کتابی به عنوان خاطرات ارتش بود حسین فردوس توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که کاملا واضح بود نویسنده حقیقت رو بازگو نکرده و جانبدارانه عمل کرده. حتی توی مقدمه کتاب فردوس رو یه فرد بزدل و ترسو و میهم فروش خطاب کرد. اما طبق گفته ها ظاهرا فردوس در زمانی که در اوین زندانی بود داشت روی خاطرات زندگیش تا سال 57 کار میکرد و اونا رو کتاب میکرد که در نهایت این خاطرات هم در قالب کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی منتشر شد. اما فردوس در سال 66 در زندان اوین بر اثر سکته درگذشت. این چیزی که رسانه ها در تاریخ ثبت کردن ما واقعا دقیقشون نمید. فردوس رو از طریق یکی از مسئولین قدیمی ساواک و دکتری که فردوس رو معاینه کرده بود تونستن خونه پدری فردوس رو پیدا کنن و اونو دستگیر. اما تو زندان مجبورش میکنن که نامه‌ای بنویسه و همه داراییش رو به بنیاد 15 خرداد هدیه بده که این آخرین ظلم حکومت در حق فردوس بود. البته این اتفاق باعث شد که همه مردم بدونن فردوس ایرانه و در زندان اوین زندانی شد. در مورد رفتن فردوس از ایران خیلی حرفا هست، اما واقعا نمیشه گفت که دلیل اصلی ایران موندن فردوس برای چی بود. یه سری ها میگن به خانواده و خاکش وابسته بود و یه سری ها میگن که رابطه خوبی نتونسته بود پیدا کنه، ولی اینا دلیل محکمی نمیشه. چطور میشه فردی مثل فردوس که یکی از مقامات مهم حکومت پهلوی دوم بود نتونه فردی رو پیدا کنه یا نتونه خانوادش رو از ایران بکشه بیرون و خارج از ایران اقامت داشته باشه؟ واقعا نمیشه گفت که دلیل اصلی اینکه فردوس در ایران مون چی بود و حتی عجلم فرصتش نکرد که شاید خودش یه روزی میگفت. یکی از مقامات جمهوری اسلامی در زمان زندانی بودن فردوس ادعای کرده که بازرگان زمانی که رئیس دولت موقت بود به فردوس قول داده بود که ترتیب بده که اون به راحتی بتونه از ایران خارج شه، ولی همونجور که ادعای میکرد به قولش عمل نکرده بود. اون ادعای کرده بود که مهدی بازرگان دوست نداشته که فردوس هم مثل بقیه مقامات پهلوی در دادگاه های انقلاب اعدام بشه و این گونه بود که صمیمی‌ترین رفیق محمد رضا پهلوی در تمام زندگیش هم توسط حکومت جمهوری اسلامی از بین. شاید براتون جالب باشه بدونین که محمد رضا پهلوی چه اقداماتی در زمان سلطنتش انجام داده. این ویدیوی روی تصویر رو ببینید تا متوجه این قضیه بشید.